شروع میکنیم با بخش یونیت یک، بخش آ. گزلیم گردیم، یعنی بگردیم و ببینیم. متفاکتا یعنی در آشپزخونه. حرف اضافه در متفاک کلمه آشپزخونه با حرف تا اضافه کرده، یعنی در آشپزخونه. خب بهتون گفتیم که یه سری اول قسمت های خواندنی کتاب رو میخونیم، بعد من بهتون گرامر ها رو توضیح میدم. بخش خوندنیش نوشته که گلسین یابسن ما کنوشماسن ما اکلین ایلرلین تعریف ادین ایچمین. یعنی چی این کلمات؟ کلمات به معنیشون امرن دیگه. من بهتون گفتم قراره امروز در مورد امر صحبت کنیم. گلسین یعنی بیاد، اون بیاد. یا یابسن ما بیاد سوالیه، یا کنوشماسن ما حرف نزنه سوالی. ما منفیه دیگه. اکلین یعنی اضافه کنید، یا ایلرلین ادامه بدید، به سمت جلو ادامه بدید، یا تعریف ادین تعریف کنید، یا ایچمین ننوشید، ایچمک نوشیدن، ایچمین ننوشید. اینا امرن که من بهتون کامل توضیح خواهم داد جلوتر. یکی عدد یومورتایه چرپن و بیراز توز اکلین، یعنی دو عدد. عدد همون کلمه فارسیه، تقریبا از این کلمه فارسی اومده عدد، عدد خودمون. یکی عدد یومورتایه چرپن، وقتی تون تون هم بزنید دیگه میشه چرپ ماک، هم زدن نمیشه. کارش چرپ ماک میشه هم زدن، ولی چرپ ماک یکم تون تر هم زدن میشه. و بیراز توز اکلین، و یکم نمک اضافه کنید. ارتا قسملارا دورو ایلرلینیز، یعنی به سمت قسمت های میانی ادامه بدید یا حرکت کنید. اودا پارتیه گلسین می، یعنی اون هم به پارتی بیاد. اوت گلسین هایر گلمسین، اوت گلسین یعنی بله بیاد، هایر گلمسین یعنی نه نیاد. سا دونین جاده بویونجا ایلرلین، یعنی به سمت راست بپیچیم و در طی مسیر به ادامه بدید. سالکلو بسلنین یعنی سالم تغذیه کنید. بسلنمک برای انسان معنی تغذیه کردن میده. گچمیش هلسون یعنی هم خدا بدنده خودمون، وقتی مثلا این پیش بیماری یا مثلا یه اتفاقی افتاده باشه هم خدا بدنده خودمون هستش. خب بخش قسمتمون کلماتی هستن که ما توی آشپزخونه یا موقع آشپزی ازشون استفاده میکنیم. یه سری فعل‌ها، یه سری اصطلاح‌ها. حالا ببینیم از این فعل‌ها یا این اصطلاح‌ها کجا استفاده میشه. اکلمک یعنی اضافه کردن. هاشلاماک یعنی آپس کردن. هر چیزی که آپس کنیم، ماکارونی یا هر چیزی آپس کنیم میگیم هاشلاماک. چرپماک یعنی تون تون هم زدن. کایناتماک یعنی جوشوندن. دوراماک یعنی خورد کردن. کزارتماک یعنی سرخ کردن. سوزمک یعنی آب کش کردن. رندلمک هم یعنی رنده کردن. حالا گفتن یه سری فعل ها با حالت مصدریشون دادن. اگه یادتون باشه ماک و مک ها مصدر ساز بودن، به صورت مصدر بهتون داده و گفته مثلا شما برای ماکارنا از کدومشون استفاده میکنید. خب برای ماکارنا ما از هاشلاماک میتونیم استفاده کنیم، یا سوزمک هم میتونیم استفاده کنیم. پاتاتس یا سیب زمینی، پاتاتس سیب زمینی. برای سیب زمینی از کدوم میشه استفاده کرد؟ دوراماک میتونیم بیارین، یا کزارتماک هم میتونین بیارین. دوتاش هم درسته. یومورتا یا تخم مرغ. یومورتا رو حال کدوم؟ مثلا چرپماک میشه یا هاشلاماک هم میشه. میتونیم برای تخم مرغ آب پز کردن هم از هاشلاماک استفاده کنیم. یا پنیر، همون پنیر خودمون، پنیر پنیر، میتونین از رندلمک استفاده کنیم. یا مثلا ات که معنی گوشت میده، ات. یا سو، همون آب، میتونین از کایناتماک استفاده کنین، جوشوندن. یا توز، نمک. از چه حرفی؟ مثلا اکلمک میتونیم بیارین، اضافه کردن میتونیم بیارین. هاووچ یعنی هویج، کلمه اکثرشون شبیه هم میبینین، ماکارنا باشه، پنیر باشه، یا مثلا
یومورتا باشه، نمیدونم هاوچ باشه، کلماتی هستن که به خود فارسیمون هم شبیه هستن. هاوچ هم یعنی هویج، میتونین از رندلمک استفاده کنین یا حالا دوراماک هم میتونین بیارین، خورد کردن هم میشه. یا دوماتس، گوجه فرنگی. دوماتس هم مثلا میتونین شما سرخ کردن بیارین یا دوراماک بیارین یا رندلمک هم میتونین براش استفاده بکنین. خب این از این بخش. برای بخش بعدی یه سری مقدارها، معیارهای اندازه‌گیری رو آورده و گفته که مثلا برای کاهوه از کدوم یکی از اون کلمات میشه استفاده کرد. ببینین روی سوالش هم نوشته آشاداکی کلیملری بوشلوکلارا یرلشتیرلیم، یعنی کلماتی که تو پایین هست تو جاهای خالی قرارش بدیم. خب مثلا برای کاهوه از کدوم میتونم استفاده کنم؟ از فنجان میتونم استفاده کنم. فنجان یا همون فنجان خودمون، بیر فنجان کاهوه، یک فنجان قهوه. یا مثلا برای آیران، آیران معنی دوغ رو میده. برای دوغ از کدوم میتونم استفاده کنم؟ از لیتره میتونم استفاده کنم. بیر لیتره آیران، یعنی یک لیتر دوغ. برای اکمک، اکمک یعنی نون. برای اکمک از کدوم میتونم استفاده کنم؟ مثلا بی دیلیم اکمک، یک تیکه یا یک پاره نون. برای مایدانوز، مایدانوز یعنی چی؟ مایدانوز یعنی جعفری، سبزی جعفری خودمون. برای مایدانوز از کدوم میتونم استفاده کنم؟ بیر دمت مایدانوز. دمت یعنی یک دسته، یه دسته، به دسته میگن دمت. میتونیم بگیم بیر دمت مایدانوز، یک دسته جعفری. یا فندق، فندق همون فندق خودمون. اوکی، فندق میتونیم از کدومشون استفاده کنیم؟ میتونیم بیر آووچ مثلا، آووچ یه مشت، مشت. اوکی، میتونیم بیر آووچ فندق، یک مش فندق. یا چوربا، چوربا یعنی سوپ، آش، حالا هر چیزی که آبکی باشه میگن چوربا بهش. ما یه سوپ داریم، یه آش داریم، ولی اونا کلا یه دونه دارن، بهش میگن چوربا. برای چوربا میتونیم از کدوم استفاده کنیم؟ کاسه، کاسه همون کاسه خودمونه. یا درت آرموت، آرموت یعنی همون گلابی خودمون دیگه. برای آرموت از کدوم میتونیم استفاده کنیم؟ درت کیلوگرم آرموت، 4 کیلوگرم مثلا گلابی. یا بیر میوه سویو، میوه سویو یعنی چی؟ میوه سویو یعنی آب میوه. برای آب میوه کدوم میتونم استفاده کنم؟ مثلا میتونم از بیر بارداک استفاده کنم. بیر بارداک میوه سویو، یک لیوان آب میوه. یا مثلا کارپوز، کارپوز معنی همون هندونه میده. میتونم بگم یوچ آدت یا یوچ تانه کارپوز، دوتاش هم درسته. سالچا، سالچا یعنی چی؟ سالچا یعنی روب، روب گوجه فرنگی میگن سالچا. میتونیم بگیم بیر کاشک مثلا، بیر کاشک سالچا، یک قاشق روب گوجه فرنگی. این از این بخش. و قسمت بعدی که صفحه بعد هستش، صفحه بعد میگه در مورد اوکوما، یه بخش اوکوما آورده. ما گفتیم که قسمت اوکوما رو من براتون میخونم و معنیشو بهتون میگم. خب شیش کباب یا پالوم، شیش کباب همون منظورشون کبابی که توی شیش میکنن، میگن شیش کباب، گوشتی که گوشه مثلا کباب شده، میگن شیش کباب یا پالوم، یعنی درست کنیم. کباب ایچین مازملر، یعنی برای کباب ایچین معنی برای میده. میگه برای کباب ملزوماتش یا همون وسایل مورد نیازمون. بیر کیلوگرم کوش باشه ات، یک کیلوگرم کوش باشه ات یعنی همون گوشت هایی که مثلا مربع مربع شده باشه و مثلا استخون نداشته باشه، با اونو میگن کوش باشه ات. دوت عدد سوان یعنی 4 عدد، سوان یعنی پیاز. میگه دوت عدد سوان، 4 عدد پیاز. یا 2 عدد دوماتس، 2 عدد گوجه فرنگی، گوجه فرنگی که بالا هم گفتیم. 2 عدد بیبر، 2 عدد فلفل. بیر کاشک سویا، یک قاشق سویا یعنی روغمایه، کنم به هر روغمایه میگن سویا. مایدانوس هم که یعنی جعفری. کارا بیبر
فلفل سیاه کاره که میشه سیاه دیگه، بیبر هم که میشه فلفل، کارا بیبر یعنی فلفل سیاه، کیک یعنی آویشن و توس هم یعنی نمک. خب نحوه یا درست کردن شیش کباب، اتی گنیش بیر کابا کویون، یعنی گوش رو توی یک ظرف مثلا بزرگ قرار بدید یا بذارینش. اسونه سوو یا کارا بیبر کیک و توس ایلاوه ادین. اسونه یعنی روش، سوو یا یعنی روغن مایه، کارا بیبر فلفل سیاه، کیک یعنی آویشن و نمک رو بهش اضافه کنید، ایلاوه ادین، همون علاوه کردن خودمون، اضافه کردن خودمون. کارشترن همش بزنید، قاطیش کنید. بیبرلری و دوماتسلری کوب کوب دوراین. بیبرلری یعنی فلفل ها رو و گوجه ها رو، دوماتسلری گوجه ها رو کوب کوب دوراین، یعنی مربع مکعب مکعب ببرین یا خوردش کنید. سرایلا اتی دوماتسی و بیبری شیشه دیزین، یعنی سرایلا یعنی به ترتیب گوشت رو، دوماتسی یعنی گوجه فرنگی رو و فلفل رو به شیش، همون شیش خودمون، سیخ خودمون، دیزین یعنی قرارش بدین یا بچینین. تاوادا یکسک آتشه آتشته پیشیرین، در تابه، همون تابه خودمون، در تابه تو درجه بالایی بپزین، پیشیرین. مایدانوز ایلا ایله سوسلین، با مایدانوز، ایله حرف ربطه، حرف ربطه با هستش، میگه با جعفری تزیینش کنید، سوسلین. 20 دقیقه سونرا یمینیز حاضر، 20 دقیقه بعد غذاتون آماده است. عافیت اولسون نوش جان. این هم از این بخش.